سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. بس ما در شبهای گذشته رسید به شباهت‌های ابا عبدالله و امام زمان ارواح الفدا و عرض شد که شباهت‌های اون دو بزرگوار رو در سه محور باید ببینیم. اول شباهت فضای پیرامونی، یعنی آنچه در اطراف اون دو بزرگوار میگذره شبیه آنچه در زمان ابا عبدالله بود و امام زمان ارواح الفدا که شش محور داشت و بهش پرداخت. محور دوم شباهت ابا عبدالله و امام زمان ارواح الفدا بحث ویژگی های دو بزرگوار و عمل کرده اونهاست که عرض کردم نه محور داره. شب گذشته فکر میکنم به پنج محورش پرداختیم که عبارت است از القاب مشترک دو بزرگوار، اینکه کوفه پایگاه هر دو بوده و خواهد بود، باطل ستیزی، عدم بیعت و اصلاحگری. سه محور باقی مون، چهار محور که میپردازیم و بعد وارد ویژگی ها و عملکرد مردم میشیم که حالا هر مقدار از بحث که رسیدیم انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. در باب ویژگی و عملکرد دو بزرگوار، ششمین ویژگی هر دو امام همام عزت طلبیه. عزت طلبی زمان ابا عبدالله به چی بود؟ خب از ابا عبدالله سلام الله علیه درخواست بیعت کردن. حضرت فرمودن من بیعت نمی کنم. این یه سطح از بس بود. از مدینه خارج شدن رفتن مکه. این که بیعت نمی کنم به این معنا بود که من اینجا سر تسلیم فرود نمیارم، ولی حاکم مدینه آدمی نبود که تو اون شرایط ابا عبدالله رو به شهادت برسونه، حالا با هر ملاحظه‌ای که بود. ولی وقتی حضرت حرکت کردن به سمت کوفه و در کربلا قرار گرفتن، سپاه اومد، یعنی عزمشون جزم بود که حضرت رو به شهادت برسونن. اینجا خب افرادی سعی میکنن که به نوعی بین حق و باطل داوری بکنن. این همیشه در تاریخ بوده. الان هم گاهی اوقات بعضیا یه حس بزرگتری غیر معقولی دارن و میخوان آشتی برقرار بکنن. اون زمان هم بود، موقعی که حضرت از مکه حرکت کردن، حاکم مکه سعید یه اماننامه رو برای ابا عبدالله تنظیم کرد که شما اگر در مکه بمونی در امان منی، و برادر خودش رو به عنوان حسن نیت فرستاد که اماننامه رو به ابا عبدالله برسونه. همراه او عبدالله ابن جعفر اومد، یعنی شوهر حضرت زینب به اتفاق برادر حاکم مکه. اماننامه ابا عبدالله رو آوردن و تو راه تقدیم کردن که آقا شما برگرد از راه کوفه در امانی. حضرت فرمودن که خیلی تشکر میکنه از حسن نیت شما، ممنون. حالا حضرت با اونها با یه ملایمتی صحبت کردن. امروز هم این جریان هست. گاهی اوقات توصیه میشه به این که آقا جنگ و دعوا را نندازید. انسان بی خودی نباید دعوا کنه. زمانی که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام کمک کردن به یک کسی که درگیر شده بود از سبتی ها و قبطی ها، اون قبطی کشته شد. فرداش حضرت موسی علیه السلام اومد دید اینی که دیروز بهش کمک کرده امروز دوباره با یه نفر دیگه از قبطی ها درگیره. حضرت بهش گفتش که تو چه آدم ستیزه جویی، چرا همش با مردم دعوا می‌کنی؟ خب یه ذره مدارات و ناز نیست کل عقل دیگه، آدم باید با مردم مدارا کنه. شما فرض بفهمید الان ما در طی روز تو رانندگی بخوایم با هر کی تخلف می‌کنه برخورد کنیم، خب از صبح که از خونه میایم بیرون علت دوام باید با مردم دعوا بکنیم. یکی راهنما نمی‌زنه، یکی پارک بی جان میکنه، یکی سبقت بی جان میگه، یکی بوق بی خودی میزنه، خب نمیشه که با همه دعوا کرد. در زندگی مدارا شرط اول،
زندگی خانوادگی این مدارا به اوج خودش میرسه. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی عقد میخوندن، خطبه رو که میخوندن یه جمله میفرمودن، میفرمودن که برید با هم بسازید. بعد یه جانبازی تعریف میکرد که من میخواستم در خدمت امام رحمت الله علیه برای مراسم عقدم و شنیده بودم که امام فرمود برید بسازید. گفتن که من نمیدونم چی کار کنم. رفتیم پیش امام و امام خطبه رو خوندن، فرمودن برید با هم بسازید. گفتم آقا این جمله رو به همه میگید، برای ما یه چیز خاص بگید. تمام سرشون رو گرفتن بالا، فرمودن برید با هم بسازید. تمام زندگی همینه، برید با هم بسازید. یعنی چی؟ بنده با کسی ازدواج میکنم، من ویژگی هایی دارم، خوشایند هایی دارم، بدایند هایی دارم، اخلاقیاتی دارم، منش و روشی دارم، اونم همینه. این که من بگم من از این خوشم نمیاد، اون خوشم نمیاد، خوشم مفرد تا زمان اون که مجرد بودم. الان دو نفریم، باید ببینیم خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد. این که انسان وارد زندگی بشه همچنان فردی فکر بکنه، خب گرفتاری ایجاد میشه. باید بسازیم. یه چیزایی من قبلا خوشم نمی اومده، الان میبینم همسرم خوشش میاد. من از این چیزایی خوشم می اومده، او بدش میاد. این چه برای زن چه برای مرده. اگه قرار باشه من بگم همونی که ایام مجردی بودم همونم، اونم بگه همونم، خب این دوتا همون میخوره به هم و طبیعتا فضایی دیگه برای زندگی و محبت و مودت باقی نخواهد موند. تو زندگی اجتماعیش هم همین شکلیه. آدم اهل دعوا نباید باشه، اما گاهی اوقات ما به آرامش دعوت میشیم توی جایی که جای آرامش نیست. شما فرض بفرمایید که مثلا یک کسی حمله کرده جان انسان، مال انسان، ناموس انسان، آبرو انسان رو تهدید میکنه، بعد ما میگیم آرام باش دوست عزیز، به جای که من بگی آرام باش جلو متجاوز رو بگیر. بعضیا مثل دبیر کل سازمان ملل هم. شما اگه دقت بکنید این حکومت صفاک حجاز میزنه مردم یمن رو تو این چند سال تو این شرایط عجیب و غریب قرار میده، لام تا کمرت میزنه. حتی اسم دولت حجاز رو از لیست کشورهای قاتل کودکان خارج میکنن، چون میگن اگه خارج نکنیم دولت حجاز رو پول نمیدن به سازمان ملل. به محض اینکه یمن یه واکنشی نشون میده، دبیرکل سازمان ملل میاد طرفین رو به خیشتنداری دعوت میکنه. وقتی که سردار عزیز ما که خداوند انشالله او رو با ابا عبدالله مشهور بکنه در عراق به شهادت رسید، جالبه بلافاصله یه سری کشورها و نهادها ما رو به خیشتنداری دعوت میکردن. دوست عزیز شما به جای که منو به خیشتنداری دعوت کنید جلوی این وحشی رو بگیر. یه جاهای جای آشنی نیست اصلا، آدرس یه عده غلط و اشتباه گرفتن. میگن آقا با دنیا دعوا نکنید. باش با کی دعوا نکنیم الان؟ با همین آمریکا. کی قطع ارتباط کرد؟ ما یا امریکا؟ امریکا. خب نه شما رفتین لانه جاسوسی رو گرفتین و قطع ارتباط کردن، ما چرا لانه جاسوسی رو گرفتیم؟ اونا به شاه پناه دادن، ما گفتیم شاه رو برگردیم، گفتن نمیدیم. ما واکنش نشون دادیم. اصلا امروز شما بگو ما چی کار کنیم؟ رفتیم دو سال مذاکره کردیم، همه چی هم ثبت و ضبط شد، بعد چی شد؟ یه حرفهای نمیدونم چرا یه عده خیلی دوست دارن خودشونو اکبرالقوم بگیرن، یک حالتی و یک دستی میکشن و یک نگاه مثلا پدر بزرگ به نوه کوچیکه به ما میکنن. آقا دعوا رو نندازیم. چشم، شما دقیقا بگو ما چی بکنیم. حکایت بعضی یا حکایت کسیه که بچهشون با بچه همسایه دعوا میکنه، بعد میگن میگم چی شده؟ میگه داشتم بازی میکردم، بچه همسایه اومد منو هل داد افتادم رو زمین، منم هیچ کاری نکردم. بعد اون بچه شرور با بابای شرورترش میاد در خونه، بعد من میزنم تو سر بچه خودم. آقا زورت به اون نمیشه، بچه خودتو میزنی. ما تو کشور با یه دادم این شکلی مواجهیم. اون طرف هر کار دلشون میخواد میکنن، اینا هی با ما دعوا میکنن. برای چی این کارو کردی؟ چرا عقد کردی؟ چرا اون خوشو یک دهم دعوا که با من داری با اون داشته باش. یک جاهای مرز عزت طلبی نمیشه از این کوتاه اومد. بابا عبدالله گفتن آقا اومدی سپاه اومد دیگه جنگ ها، بیا بپذیر بیعت کن کار تموم شه. حضرت در فرمایش معروفشون در روز عاشورا میگن الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین. این کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه پدرش، منو مخیر کرده بین دوتا چیز، السلة و الذلة.
یا کشته بشم یا ذلت بیعت رو بپذیرم. و حیات من از ذلت، من زیر بار ذلت نمیرم، از ما دوره. بعد ازت ادامه میدن یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون. خدا عبا داره از این که ما و رسولش عبا داره و مؤمنین عبا دارن از این که ما تسلیم بشیم. به چه قیمتی؟ آقا شما کوتا بیای بالاخره میرسه. چی میرسه؟ حیات دنیاتون آباد میکنی، آخرت اون چی؟ اون که برباد رفته هست، برباد رفته هست. حضرت میفرمایند و حجور اون تابت و تهورت، اون دامنهای پاکی که ما درش بزرگ شدیم بر نمیتابه. من پسر فاطمه هم. یک تنه وایستاد، 40 نفر تلاش کردن که امیرالمومنین رو از دست او خارج بکنن، بعد با اون شرایط رفتار کردن. من بگم چون میخوام جونم حفظ بشه، هر اتفاقی قرار شد بیفته بیفته. و نوفون حمیه، دلهای غیرتمند اجازه نمیده ما بپذیریم. و نفوسون عبیه، اون جانهای بزرگمنش و عالی مرتبه همچین خفت و خاری رو نمیپذیرن که من بگم به خاطر که جون عزیز شه حاضرم با یزید بیعت بکنم. یعنی اگر ابا عبدالله با یزید بیعت میکرد، بعد از یزید هر کسی میتونست خلیفه بشه، چون دیگه کاری نبود یزید نکنه. جسارتا میمونی داشت یزید به نام ابو قیس، اصلا دل و قلبه‌ای با این میداد و میگرف، شعر میگفت در مورد این. وقتی این ابو قیس مرد، این میمون که انهو یکی از مثلا ارکان جامعه اسلامی از دنیا رفته، عزا و قصه و تا مدت ها این عزاداری میکرد. تو ابو عبدالله بید با این بیعت کنه، یعنی فردا اگه خود همون ابو قیس بخواد خلیفه بشه دیگه مشکلی نخواهد داشت، چون بدتر از این که نمیشه. آقا کتابی ها تو چی کتابی ها؟ همین حرفا رو به امیرالمومنین هم می‌زدن. آقا این اتاق نداری دیگه، یکم علی گفتگو باش. اینا حالا می‌خوان این لباسا رو تنشون بکنن، اینا غنیمت یا زکات چی میشه؟ حضرت فرمود نه خیر. وقتی حکم اینه که زکات باید به دست پیامبر تقسیم بشه، کسی قبل از اون نداره استفاده کنه. سپاه حالا یا رفته بودن بجنگن یمن غنیمت گرفتن، یا رفته بودن زکات جمع بکنن. اینا اومدن قبل از اینکه وارد شهر بشن به امیرالمومنین گفتن آقا این لباس خاک خلی اگه زی بدیم ما این سهم خودمون از اینا برداریم. حضرت گفت اینا پیغمبر باید بده. از اینا اصرار حضرت انکار، اینا تنشون کرده بودن. حضرت گفت همه رو درگیرید. اینا به محض که رسیدن به پیغمبر ریختن سر پیغمبر، بابا این علی چه آدمیه، خوبه ها مثلا، ولی خیلی خشنه، اصلا انعطاف نداره، ای گفتگو نمیکنه. پیغمبر اخ کرد فرمود انه لا اخیش من فی ذات الله. علی تو کار خدا با کسی شوخی نداره. میگن آقا تو کار خدا کوتا بیا. چه جوری کوتا بیا؟ حالا یه کسی یه وقت از بحث شخصیه، آقا یه کسی در جایی به بنده سیلی زده، خوب کاری کرده، فلان مطلب رو در مورد من گفته، خدا انشالله از هر تقصیرش بگذره. اون 5% چیزی که من دارم و گفته، اون چیزی که گفته 95% زشتی ها و قبایه وجودی منو نگفته، ولی اگه بخواد به دین توهین بکنه، به انقلاب توهین بکنه، اون یه حساب دیگری داره. میخواد به شهدا توهین بکنه، میگن آقا کوتا بیا. از چی؟ از توهین به شهدا؟ اینا خلف نشه با یه حالتای همچین بزرگ منشانه هم بعضیا برخورد میکنن. آدم میخواد حرمت فردم نگه داره، سخت میشه کار. حضرت میفرماید من ان تؤثر طاعت اللئام، همه اینا عبا دارن از این که ما فرمانبری بکنیم از فرومایگان، از آدمهای لعین. مگه نفهمید پیغمبر که اگر که این بنی امیه از منبر من بالا رفتن شکم اینا رو بدرید، چرا نکردید؟ بین فرمایش ابو عبدالله علا مسار احترام، کسی نمیپذیره اون رو و ما نخواهیم پذیرفت اطاعت از فرومایگان رو و ترجیح نخواهیم داد اون رو بر این که شرافتمندانه از دنیا بریم. میریم میجنگیم با عزت، چی میشه؟ نمیخواد بحث کنیم. 1400 سال گذشته، ببینیم چی شده. اون کجاست؟ ابا عبدالله کجاست؟ در مورد امام زمان ارواحنا فدا همین موضوع به همین شکل مطرحه که حضرت به شدت برای عزت تلاش میکنن و حرکت میکنن. خب ما در
دای نطبه متعدد عباراتی داریم، مثلا میگیم عین معز الاولیا و مذل الاعدا. کجاست اون امامی که میاد و عزیز میکنه اولیاء الهی رو و ذلیل میکنه دشمنان خدا رو؟ اما در دعای افتتاح مفصلتر به این موضوع پرداخته شده. چند تا فرازش رو عرض میکنم. میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما رغبت داریم در این که در یه دولت کریمه واقع بشیم که تعز به حل اسلام و اهله، با اون دولت کریمه که دولت امام زمان ارواحون و فدایه، تعز به حل اسلام و اهله، اسلام و مسلمین رو عزیز میکنیم، و تذل به حل نفاق و اهله و منافقین و اهل نفاق رو و اصل نفاق رو ذلیل میکنیم و خار میکنیم، و تجعل نافی ها من الدعات الى طاعتک، و ما دوست داریم تو اون دولت جز دعوت کنندگان مردم به طاعت تو باشیم، و القادت الى سبیلک، و پیشوایان راه تو باشیم، و ترزوق نافی ها کرامت دنیا و الاخره، و عزت دنیا و آخرت رو ما رزق بدی. در ادامه میفهمد اللهم منبهی شعسنا، خدایا پراکندگی ما رو، این تفرق ما رو به واسطه امام زمان به اتحاد تبدیل کن. ما سابقه اینو داریم، اینکه دلهای پراکنده به هم نزدیک شه. یه حکایتی رو فکر کنم سال قبل عرض کردم، ولی باز از باب تذکر عرض میکنم. یکی از اساتید ما، خدا انشالله رحمت کنه ایشون رو، مرحوم حجت الاسلام ولی‌الدین شوشتری، ما خدمتشون نحو میخوندیم سال 75 فکر میکنم. ایشون یه وقتی تعریف میکردن، من خودم نبودم تو جمعی که ایشون فهمیده بودن، برای دوستان گفته بودن، دوستان نقل کردن، ایشون میفهمودن روحانی سید اول انقلاب بود، مثلا اسفند 57، یه ماه هنوز از انقلاب نگذشته بود. فهمودن من یه ماشین قدیمی داشتم، حالا شاید مثلا از اون 504 بود قدیمی ها، یا حالا یه ماشین خیلی ولی کهنه بود. اما فهمودن ماشین من خیلی دو طرفش خورده بود، خیلی ماشین کهنه در و داغونی. یه روز اومدم از یه کوچه فرعی تو اسفند ما بیام بیرون، خیابون اصلی بود، با سرعت اومدم یه ماشینی که مثلا اون موقع خیلی با کلاس بود، مثلا یه کادیلاک نو، اومد بره صاف کوبیدم جلوی این ماشین، پیاده شدم. تا ماشین مگه حالا داغون بود، داغون تر شد، ولی اون ماشین خیلی نو بود و بد جورم جلوش خراب شده. مثلا راننده پیاده شد دیدم یا خدا، یه آدم قد بلند سیبیلو محاسنی هم نداره، کراوات قرمز، یعنی ظاهر کاملا طاغوتی. گفتم اینا دلشون دست امام پر، الان انقلابم شده، من روحانی سید، این یعنی تا من هم نکشه دلی میکنه. اومد به سمت من، آمدم که مثلا این آواز سیلی رو بزنه، اومد جلو، یه نگاهی کرد جلو ماشین من، یعنی یه جلو ماشین خودش، به من نگاه کرد، گفت فدا سر امام. خب فدای سر امام مگه میشه؟ شده اون بزرگتره که تو مجلسه میدونه چجوری شد، نفت می آوردن، هزار بار من اینو گفتم، سال 60-61 نفت می آوردن تو کوچه ها، داد می زدن آی نفتیه، خانواده هایی که بچه کوچولو نداشتن از پشت پنجره نگاه می کردن، اول خانواده که بچه کوچولو نفت بگیرن برن، بعد می آوردن نفت بگیرن. الان این خاطرات رو می گیم، یه دفعه می کنن این مثلا مری فیلم هندیه که از تلویزیون پخش شده. چجوری این تفرق به اتحاد می رسه؟ معشوق واحد دلها رو به هم نزدیک میکنه. فرض بفهمید اما بنده در حال رانندگی تو خیابونم، این بزرگوار میرسن به من، آنچنان سبقت میگیم که بنده خدا کم میده بره تو گارد ریل. شب تو هیئت نشستم، حالا انشالله کرونا ریشه کن شه، چه شورده جانس ایشون وارد میشه، بچه دقلشه، اشاره کنم آقا بیا اینجا کنم، خودم جمع میکنم بشه بچه ها بگرم بعد پس بخور، انشالله مهربون شده. این همون آدمی که زیاد نزدیک بود قسم تو گاهی هدایتش بکنی، درسته تو هیئت میبارم مهربونی، چون معشوق واحدی به نام ابا عبدالله این عشاق رو به هم نزدیک میکنه. وقتی یه عده به سمت یه مقصد حرکت میکنن، ناخودآگاه شبیه هم میشن. ما اینجا همه من یه معشوق داریم، و چون من میدونم ایشون معشوق منو دوست دارم، من دوستش دارم. تو جامعه نمیشه اینجوری فکر کرد، اینجوری رفتار کرد؟ چرا؟ اون آدمی که میاد این کار رو میکنه، خدایا
الله میمون بهی شعصنا، این پراکندگی ما رو با او به اتحاد تبدیل بکنه، ما رو به واقعه بشیم و شد بهی صد انا، جدائی ما رو به وصل تبدیل کن، این افتراد ما رو ورطق بهی فت انا، گسستگی ما رو به پیوستگی تبدیل بکن و کثر بهی قلتنا، به واسه اون رو زیاد کن که همشین دورم ببینیم چقدر زیاد این ما، و عوض بهی ذلتنا، این ذلت ما رو به واسطه او به عزت تبدیل بکن، منصور بهی اما عدو بکن و عدو بنا اله الحق آمین. خدایا به واسطه او ما رو بر دشمن او و دشمن خودت غلبه بده، دشمن ما و دشمن تو دشمن این زمان هست. بعد می فهمد اللهم هم نمیش خو الهی که فقد نبی ما الاخر و غیبت ولی ما، بعد می فهمد به امنا یاری بده ما رو اما ذالک به فتح تو اجلخ، ما دائما دائم میکنیم این زمان بیا جامعه اسلامی و یاران تو و پیروان تو عزیز بشن، ما نباید وزمون این باشه. این که میگم عزیز بشن به چه معناست؟ جامعه اسلامی باید سربلند بشه، تو چی؟ تو اقتصاد. جامعه اسلامی تو اقتصاد باید سربلند بشه، همه نگاه بکنن بگن اینا چطور زندگی میکنن که اینقدر رفاه منطقی دارن، اسراف نه. آقا مگه اینا جزء دستورات دینی؟ عرض کردم پیشه حکومت دینی مطلوب 4 تا کار باید بکنه، یکی از کاراش ایجاد رفاه برای مردمه، مردم ها زندگی خوبی داشته باشن، حداقل ها رو داشته باشن، در کنارش سبک زندگی رو تو اقتصاد طوری آموزش بده از بچگی ما یاد بگیریم که اسراف نکنیم. خب ما از اون طرف امثال بنده اهل کار و تولید و تلاش که نیستم هیچی، از این ور دور دنبال اصلاح به ای نحوهش هستن. یکی از دوستان تعریف میکرد میگفتش که ما میخواستیم اسباب کشی کنیم، به همسرم گفتم، خیلی خانواده هماهنگه، گفتم یه خواهشی دارم، نه نگو، گفت بگو. گفتم هر چی فکر میکنی تو زندگیمون زیاده تو همین اسباب کشی، 4-5 سال با هم زندگی کردیم تو این خونه دیگه، الان میخوای هر چی تو این 4-5 سال استفاده نشه فکر میکنی زیاده بذار کنار، بگه نه چه اتفاقی افتاد. ما یه باری دیدیم مثلا حدود 30% آنچه در خونه ما هست مطلقا مورد استفاده قرار نمیگیره، مطلقا. برای اون موقع که میخوایم جایزه بدیم اگه بگن تو جایزه نیست، بالاخره خاله ها و عمه ها و اینا میان بازدید دیگه، ببخشید آب لیمو خوری از اونایی که نوکش پیش داره از اونها نداره جایزه؟ نه، همه چپ چپ نگاه میکنن. بعد تا آخر عمر اون یک بار تو اون آب لیمو نمیخوریم، همون شیشه رو میاریم میرسیم تو سوپ. این سبک با اون رفاه با همدیگه، نه اینکه هی رفاه ایجاد بشه هی ما بریز رفاهش بکنیم، هی بریزیم. ویژگی بعدی مشترک دو بزرگوار تنش زدائی و صلح طلبیه. عزیزان ابا عبدالله اولش نرفت برای جنگ، ما چند سال قبل در همین محفل موضوعمون فلسفه قیام ابا عبدالله بود، ابا عبدالله تو مدینه گفت من میخوام بجنگم؟ نه. تو مکه گفت من میخوام بجنگم؟ نه. گفت هر کی با ما بیاد جانش فدا خواهد شد، ولی نمیگفت من دارم میرم بجنگم. رسید سپاه هور اومدن، عرض کردم دو شب قبل حضرت به هور گفتن ببین این نامه هایی که مردم کوفه فرستادن. هور گفت بینی و بین الله من نامه نفرستادم. حضرت گفتن آره تو جز نویسندگان نامه نبودی، ولی نامه نوشتن و ما رو دعوت کردن و تو سپاه تو هم هستن، اما اگه نمیخوای من برگردم برم جای دیگه قیامو انجام بدم. هور گفت شرمنده به من گفتن نبذارم شما بری جلوتر نه برگردی، که دیگه یه ذره حرکت کردن و در یه جایی منزل گرفتن ابا عبدالله. زهیر خب آدم جنگاوری بود دیگه، خیلی معروف بود، اومد وقتی که سپاه هور رسیدن گویا ابا عبدالله اینا خب تعدادشون کمه، قطعا اینا از کوفه آدم خواهن فرستاد، بیاید تا بقیهشون نرسیدن با اینا وارد جنگ بشین، میشه اینا رو شکست داد؟ حضرت فرمودن مطلقا من آغاز کننده جنگ نیستم. امیر المؤمنین چه تو جمل چه تو صفین چه تو نهروان جنگ و آغاز نکرد. تو جمل اومد زبیر رو خواست، گفت زبیر تو که میدونی من کیم، این ربا زبیر گریه کرد رفت، بعدم تو جنگ شرکت نکرد، یه گوشه رفت و به کسی در حال خواب او رو کشت.
تو جنگ صفین چقدر حضرت پیغام فرستاد، عمار رو فرستاد تو برو سوار کن، فایده نکرد. تو جنگ نهروان حضرت پرچم داد دستی که از یه ابوهیه دیگری بود، داد دست او، گفت آقایان خوارج. تو جنگ صفین اول گفتم این قرآن پاره گول نخورید، گوش نکردید. گفتم حکم مالک باشه، ابن عباس باشه، گوش نکردید. بعد گفتی توبه کن. خب من از چی توبه کنم؟ مگه حکمیت خلاف دینه؟ در قرآن اومده که اگه زن و شوهر اختلاف پیدا کردن حکمیت کنید. حکمیت که فی ذاته امر باطلی نیست که. 12,000 تا بودن، 8,000 تا، بعضی ها میگن 10,000 تا، بعضی میگن 11,000 تاشون برگشتن. امیرالمومنین شروع کننده جنگ نبود که. امام مجتبی اول نامه نوشت به معاویه که بیا بیعت کن. او گفت من نمیام. جاسوس فرستاد، حضرت فرمودن بین من و تو شمشیر حاکمه. ابو عبدالله گفت من شروع کننده. بذار روز عاشورا، صبح عاشورا ابو عبدالله جنگ نکرد اول. شروع کرد خطبه خوندن. چیکار کردن؟ بلکه صدا نرسه شروع کردن کفوف توب زدن و سر صدا کردن. امام زمان ارباب و نافده هم که تشریف میارن انشاءالله، اول حضرت با دعوا و دشمنی آغاز نمی کنه. در روایتی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت می فرمایند که یقول القائم علیه السلام لأصحابه، حضرت به اصحابشون میگن یا قوم ان اهل مکه لا یریدوننی، مردم مکه منو نمیخوان. یعنی وقتی مردم مکه به دعوت حضرت پاسخ مثبت ندادن، حضرت وارد جنگ نمیشه باشون. میگه اینا منو نمیخوان. ولکنی مرسلون الیهم لاحتج علیهم بما ینبغی لمثلی ان یحتج علیهم، من یک کسی رو به سمت اینا میفرستم که همون احتجاج و استدلالی که مثل منی میخوام بکنم، این بره طرف من بکنه، بره مردم مکه بگه من کیم و دنبال چیم. فید او رجلن من اصحابه، یکی از یارانشون حضرت میخوان، به اون میگن که این کار رو تو بر عهده بگیر. فیقول له، که گویا نفس زکیه باشه که میره، فیقول له، حضرت بهش میگن امضی الی اهل مکه، برو به سمت مردم مکه. فقل، بگو یا اهل مکه انا رسول فلان الیکم، بگو من فرستاده فلانی هستم از طرف من. و هو یقول لکم، امام باقر علیه السلام میگن اون فرستاده که میاد اینو میگه، انا اهل بیت رحمه، ما اهل بیت رحمتیم، نیومدیم که بکشیم. عرض کردم دوست شب قبیه روایات مجهولی رو میگن که امام زمان میان شروع میکنن گردن زدن، انقدر خون میاد که میرسه به رکاب اصل حضرت. بابا خون که جامد نیست که مثل آجر رو هم قرار بگیره، چقدر با دادن بکش که خون تا رکاب بیاد بالا، این جاری میشه دیگه. این چیزای عجیب و غریبی که، و حضرت میگه که انا اهل بیت رحمه و معدن الرسالت و الخلافه، ماییم اصل رسالت و خلافه، و نحنو ذریت محمد و سلالت النبیین. ذریه پیامبر و سلالت النبیین ماییم. و انا قد ظلمنا و استهدنا، به ما ظلم شده و تحت فشار قرار گرفتیم، و قهرنا، مورد قهر قرار گرفتیم، از ما دور شدن محبین، و تو زمن نا حقنا، حق ما از ما قصب شده، منذ قبض نبینا الی یومنا هذا، از روزی که پیامبر به شهادت رسید و جان او گرفته شد تا همین امروز حق ما رو ضایع کردن. فنحنو نستنصرکم فنصرونا، از شما طلب نصرت میکنم، به من کمک بکنید. که واکنش اهل مکه اینه که نفس زکیه رو به شهادت میرسونن و دعوت امام رو اجابت نمیکنن. امام این نیستش که به محضی که خب مردم مکه من اینم بگن، نه، همه رو آدم تیغ بگذرونه، آدم میفرسته دعوتشون میکنه و اونها او رو به شهادت میرسونن و بعد حضرت باشون درگیر میشه. ویژگی بعدی مشترک بین ابا عبدالله، هشتمین ویژگی، و امام زمان ارباب و نافده، طلب یاری و جذب نیروه. اینجا یه نکته رو عرض بکنم که بعضا به صورت سوال مطرح میشه، میگن که آقا ابا عبدالله در مکه میگه هر کی میخواد با ما بیاد بیاد که بهش خواهیم رسید، من کان بازرن فینا. تو راه وقتی که متوجه میشه که مسلم ابن عقیل و عبدالله ابن یقطر و هانی ابن عروه به شهاده ایسا در منزگاه زباله، میگه هر کی میخواد بره بره. بعد باز تو را میفرسته دنبال زهیر، به حبیب نامه مینویسه، عبیدالله ابن عمر جعفی رو دعوت میکنه. بالاخره ابوعبدالله داره خودش میرونه یا داره دعوت میکنه؟
اگه میخوای نگه داری چرا عده رو رد میکنی؟ اگه میخوای رد کنی چرا عده رو دعوت میکنی؟ کاملا مشخصه. امام وظیفش هدایته. تا کجا؟ تا داخل قتلگاه، تا آخرین لحظه حضرت تلاش میکرد ولو یک نفر دیگر رو دعوت بکنه و نجات بده. این خاصیت امامه، هدایت انسانها. از باب هدایت ابا عبدالله هر کس که اندک امیدی در او باشه رو دعوت میکنه، میگه زهیر بیا، میاد برای حبیب نایم سه، میاد مسلم و مسجم میاد. حالا عبدالله ابن هر نمیفهمه و نمیاد. در نقطه مقابل ابا عبدالله داره برای کارزاری میره که قرار اون کارزار بشه عامل بقای اسلام. نمیتونه آدم مردد با خودش ببره، آدمی که روز عاشورا یه مرتبه وابده، در روز عاشورا و در شب عاشورا کسی جدا نشد. این که بعضیا روایت رو میگن که شب عاشورا حضرت اون هر کی میخواد بره بره پوش پوش، این کاملا مجهوله. این مال منزلگاه زواله که سکینه سلام الله میگه بعد از این که پدرم گفت که اینجور شده، بعضی نقل هاست که 1000 نفر با ابو عبدالله بودن، بیش از 950 تاشون رفتن. وقتی فهم اینا حرکت کردن گفتن میره کوفه، بالاخره به حکومت و مکتب میرسه، ما هم به یه چیزی میرسیم، دیدن نخه اونجا قراره جنگ و خونریزیه. این مال اونجاست. شب عاشورا کسی جدا نشد، روز عاشورا این که میگن افرادی رفتن به این معناست. از سپاه عمر اسد یه عده به این بر پیوستن، از سپاه ابا عبدالله هیچ کس به سپاه عمر اسد نپیوست. دو تا اتفاق افتاد. یکی دو نفر به ابا عبدالله از قبل گفتن ما به تو کمک میکنیم تا زمانی که شکست قطعی نشده باشه، وقتی شکست قطعی شد ما فرار میکنیم، یعنی میریم، نه که به سپاه عمر اسد بپیوندیم. دو، یکی دو نفر تو سپاه حضرت بودن، اینا مجروح شدن، بستگانشون در سپاه عمر اسد بودن، اینا اومدن این فامیلشون که مجروح شده بود و برداشتن بردن، بعدن رفتن از عمر اسد براش گرفتن، اما نامه گرفتن. که این دوتا قول هم بعضی از مورخین رد میکنن، از سپاه ابا عبدالله احدی به سپاه عمر اسد نپیوست، اما از سپاه عمر اسد پیوستن. یعنی چی؟ در ظاهر و بر اساس محاسبات مادی این سپاه پیروز شد دیگه، 30,000 نفر یا بیشتر بر 70 نفر یا حالا کمتر بیشتر غلبه کردن، ولی به جهت معنوی این سپاه برنده است، چون میتونه از اون سپاه جدا بکنه. در طول تاریخ هم که نتیجه مشخصی نیاز به بس نیست. ابا عبدالله سلام الله علیه از باب امامتش آدم دعوت میکنه تا آخرین لحظات. موقعی که حضرت میخوان از مکه حرکت بکنن میفهمد الحمدلله ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله، حضرت میفهمند که دعا میکنن به محضر خداوند و حمد الهی میگن و میگن خاص خاص خداست و قوت و قدرتی جز او نیست و صلوات بر پیامبر میفرستن. بعد میگن خود تلموت علی ولد آدم محد تلقیادت علی جید الفتاد. این محد تلقیادت علی جید الفتاد میگن نسبت مرگ با انسان مثل گردنبندیه که دخترکان جوان به گردن میندازن، این همراهی و قطعیت مرگ. بعد میفهمن بما اولهنی الا اسلافی اشتیاق و یعقوب و الا یوسف، انقدری که من به جدم پدرم مادرم و برادرم شوق دارم برسم، این شوق همون شوقیه که یعقوب به یوسف داشت، لذا من از مرگ واهمه ای ندارم که حالا نگران باشم که میرم بعد چه اتفاقی میخواد برام بیفته. و خویرالی مصر اون انالاقی، برای من انتخاب شده اون قتلگاهی که من ملاقاتش خواهم کرد و دارم به سمتش حرکت میکنم. اینجا حضرت میفهمن من کان باذلن فینا مختته، هر کس که حاضر جانشو در راه ما در راه خدا بذل بکنه و موطنن علی لقاء الله و آماده است برای لقای الهی نفسش، یعنی وجودش آماده اینه، فلیرحل معنا، با ما حرکت بکنه. فَإِنَّنِي رَاهِلٌ مُسْتَحَنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، من فردا حرکت میکنم و میرم به سمت کوفه که حالا در مسیر کوفه اون اتفاق کربلا میفته. در روز عاشورا حضرت در آخرین لحظات، یعنی در حالی که همه یارانشون از دست دادن، میفهمن هل من ذاب بن یدب و ان حرم رسول الله، یه کسی هست که نگهدارنده‌ای که بیاد از حرم رسول خدا نگهبانی بکنه؟ کسی نیست، خود ابا عبدالله بوده.
هل من موحد یخاف الله فینا؟ یا آدم موحدی، آدم خدا ترسی است که به خاطر خدا بترس از این اتفاقی که داره میفته. هل من مقیت یرجو الله به اقاطتنا؟ یه فریاد رسی هست که به این استغاثه جواب بده. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ یه یاری دهنده‌ای هست که در راه خدا به ما کمک کنه. عزیزان، هیچ کدوم از این عبارات العیاذ بالله از موضع ضعف نیستا. ابا عبدالله تنها مونده، 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر هم بیان، اتفاقی نخواهد افتاد. اما او امامه. امام باید دعوت بکنه مردم رو از مسیر باطل به مسیر حق. تا کی؟ تا وقتی آخرین قطره خونش از بدنش خارج میشه. حضرت روز عاشورا به همین فضا ادامه میدن تا آخرین لحظات. امام زمان ارواحنا فدا همین کار رو زمانی میکنن که تکیه میدن به دیوار کعبه. روایت میفرماید که وقتی که حضرت تشریف میارن، قال و القائم یوم اذن به مکه، اون روزی که امام زمان ارواحنا فدا از مکه ظهور میکنن، میفرماین و قد اسند ظهره او الى البيت الحرام مستجيرا به، در حالی که تکیه کرده حضرت به خانه کعبه. ينادي يا ايها الناس، ندا میده ای مردم، انا نستنصر الله و من اجابنا من الناس، ما نصرت میطلبیم از خدا و هر کس از مردم که دعوت ما رو اجابت بکنه. اولین کار حضرت دعوت مردمه. و انا اهل بیت نبیکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ما اهل بیت پیامبر شما هستیم. و نحن اولا الناس بالله، ما نزدیکترین و شایسته ترین مردمی در نسبت با خدا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر قرار باشه کسی خودشو منتسب بکنه به خدا و پیامبر، قطعا ما از بقیه اولای و شایسته ترین. فمن حاجنی فی آدم فانا اولا الناس به آدم، اگر کسی میخواد با من در مورد حضرت آدم علیه السلام محاجه بکنه، قطعا من از او به آدم نزدیکترم و شایسته ترم. کسی میخواد خودشو به حضرت آدم منتسب بکنه، من از او شایستگیم بر انتساب بیشتره. و من حاجنی فی نوح، کسی اگر میخواد در مورد حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام با من محاجه بکنه و او رو وسط بکشه، فانا اولا الناس به نوح، نزدیکترین و شایسته ترین مردم به حضرت نوح منم. و من حاجنی فی ابراهیم، هر کی میخواد در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام محاجه بکنه، فانا اولا الناس به ابراهیم، نزدیکترین و شایسته ترین مردم به حضرت ابراهیم منم. و من حاجنی فی محمد صلی الله علیه و آله، فانا اولا الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی میخواد خودشو منتسب بکنه پیامبر، من ذریه پیامبرم، من از همه به او اولام. و من حاجنی فی النبیین، کسی در مورد انبیا بخواد با من محاجه بکنه، فانا اولا الناس به النبیین، شایسته ترین مردم به انبیا منم. الیس الله یقول فی محکم کتابه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. حضرت میگه این قول خدا نیست که در قرآن میفرماید در کتاب محکمش که خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر عالمیان. خب اون قومی که برگزیده شدن و آلی که برگزیدن منم فرزند پیامبر که نسلش به ابراهیم میرسه. ذریتن بعضها من بعض و الله حسن، اینا بعضیشون از بعضی دیگرن. ببینید عزیزان، امام زمان ارواحنا فدا از دو جهت به حضرت ابراهیم میرسن. از جهت پدری، خب امام زمان امام عسکری میان تا صدیقه طاهره پیامبر اسلام میره تا میرسه به حضرت اسماعیل علیه السلام. از جهت مادری، امام زمان فرزند نرجس خاتون سلام الله علیها هستن که ملیکا بود. او میرسه به شمعون که شمعون از
بس میشه پسر خاله، پسر دایی یا پسر عمه حضرت مریم، و از این طریق میره میرسه به اسحاق. اسحاق فرزند حضرت، یعنی امام زمان هم جد پدریشون هم جد مادریشون حضرت ابراهیم علیه السلامه. حالا از یه طرف به ساره میرسن، از یه طرف هم به هاجر. حضرت میگه کسی اولا به نبی اینه که خب منم که، برماده چی با من مهاجم میکنید شما؟ فانا بقیت من آدم، بقیه آدم و باقی مانده و ذخیره آدم منم، و ذخیره من نوح و مصطفی من ابراهیم و صفتا من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام زمان ارواحنا فدا همچون ابا عبدالله سلام الله علیه طلب یاری میکنن و نداهایی که حضرت میدن برای دعوت مردم حاکی از اینه که امام زمان علیه السلام کارش رو با مردم پیش خواهد برد. این که میگن امام زمان ارواحنا فدا 313 تا یار داره، مثلا این امام زمان 313 تا فرمانده داره، هر سپاهی بزرگان و فرماندهانی داره، میلیون ها و میلیارد ها نفر سوار نظام و پیاده نظام و پشتیبانی و آبدارچی و نگهدار و هزار جور یار میخواد امام زمان، که انشالله همه ما تو اون سپاه بالاخره یه گوشه کار انشالله باشیم و انشالله هستیم. این که حالا 313 تا فرماندهان حضرت، خب الحمدلله خدا انشالله اونها رو معید بده، ولی این نشه که خب آقا 313 تا آدم حسابی در طول تاریخ که قطعا به ما نمیرسه، ما انشالله پیاده نظامی، ما اون نیرو، خودم رو از میم شما که همه سرور بنده هستید، ما هم بالاخره اون گوشه موشا هستیم انشاءالله، یه جوری خودمون دل خودمون رو و دیگران دل خودمون رو خالی نکنیم. عباراتی رو به کار میبرن، من ابتدای محرم یه پیامکی میاد، هیچ وقت نمیپسندم اینو که آی مثلا به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن، یعنی ما هم منتظر امام زمانیم، زبون املال فردا قراره با امام زمان چنین چنان بکنیم. این حرف غلطیست. ببینید عزیزان، مردمی که از کوفه ابا عبدالله رو دعوت کردن قریب به اتفاق اینها در کربلا حاضر نبودن، قریب به اتفاق اینها وقتی عبیدالله اینها رو میفرستاد، داره هزار تا میفرستاد، 300 تاش میرسید کربلا، فرار میکردن، حاضر نبودن مشارکت بکنن، بعد یا تائب شدن جز توابین یا جز سپاه مختار شدن. این که به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن و ما بگیم زبونم لال فردا امام زمان بیاد ما خصم او بشیم علیه بالله، این نیست، نباید اینجور گفت، اونم در به محبین اهل بیت علیهم السلام، کسی که 20 سال 30 سال 40 سال در خونه ابا عبدالله داره گدایی میکنه، بعد ما پیامک میزنیم که آقا به هوش باش که حسین را منتظرانش کشتن، خوب نیست این حرفا و اینجور تعبیر کردن خیلی پسندیده نیست. آخرین ویژگی مشترک ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا یاری هر دو بزرگوار توسط ملائکه، البته با یه تفاوتی که در این روایت عرض میکنم. در زمانی که ابا عبدالله در کربلا بودن، ملائک برای کمک به حضرت اومدن، ولی یه اتفاقی افتاد. قال الرضا علیه الصلاه و السلام، حضرت رضا علیه الله و تحیه و ثنا میفرمایند خدا انشالله این ویروس رو ریشه‌کن بکنه و همه انشالله توفیق داشته باشیم به زودی مشرف بشیم به حرم ملکوتی و مطهر حضرت رضا علیه السلام، هدیه پیشخواه امام زمان علیه السلام یه صلوات هدیه بفرمایید. در روایت حضرت به ابن شبیب میفرمایند که یبن شبیب، ای پسر شبیب، طولانی این بخشش رو عرض میکنم. ولقد نزل الى الارض من الملائكه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل. در کربلا و در عاشورا 4000 ملک اومدن برای نصرت ابا عبدالله، لنصره فوجدوه قد قتل، وقتی رسیدن که ابا عبدالله به شهادت رسیده بود. فهم عند قبرهی شؤس و غبر، این 4000 ملک در کنار مرقد مطهر ابا عبدالله حسین سلام الله علیه جولیده و خاکالود نشستن و منتظرن.
الا ان یقوم القائم، همونجا هستن تا امام زمان ارباب فدا قیام کنن و ظهور کنن. فیکونون من انصاره، اون وقت این 4000 تا جزء یاوران امام زمان علیه السلام هستن. و شعارهم یا لثارات الحسین، شعار این 4000 ملک در روزی که امام زمان ارباب فدا قیام آغاز میکنن، شعار اینها شعار یا لثارات الحسینه. این ملائکی که اومدن به ابا عبدالله کمک بکنن، ولی تقدیر خداوند در این بود که اونها بعد از شهادت حضرت برسن و اینها ممد امام زمانن به خونخواهی ابا عبدالله سلام الله علیه. اینها ویژگی ها و عملکرد های این دو امام همام بود که در 9 محور خدمتون عرض کردم. محور سوم شباهت های ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا، ویژگی و عملکرد مردمه که فکر میکنم در 4 محوره. ما اینجا باید یه ذره خودمون رو بیابیم، یعنی که آقا یه بحثی مطرح میشه، انسان احساس میکنه خب یه حرفی رو شنید و یه مطلبی رو بالاخره استماع کردیم یا بلد بودیم یا کمیشو میدونستیم، چیزی اضافه شد. اما یه وقت یه بحثی رو انسان میبینه و میشنوه، خوبه که خودش رو در اون بس جایابی کنه. ما کجا؟ در مورد عاشورا میخونیم، میشنویم. ما اگر بودیم کجا قرار داشتیم؟ خب این که انسان با اطمینان بگه اگه من بودم که قطعا جزء 72 نفر یار ابا عبدالله بوده. این خیلی ادعای بزرگیستان. مرحوم آیت الله عظما مرشی نجفی رحمت الله علیه بعد از اینکه امام رو دستگیر کردن، ایشون میره دیدن امام در زندان در زمان رژیم گذشته. امام صحبت میکنن، آقای مرعشی میگه شما اگه که درخواستم دارید بفرمایید. امام میگه یه درخواست دارم، کسی برای پادرمیونی و شفاعت من حق نداره بره پیش شاه، درخواستم اینه. کسی نره یه وقت مثلا صحبت میکنه آقا حالا مثلا مطلقا این کارو نکنید. بعد آقای آیت الله مرعشی بعد که میان یه مصاحبه میکنن میفرمایند که رفتم آقا رو دیدم و فلان و ایشون هیچ ترس نداره. بعد آیت الله مرعشی میفرمان اگر امام رحمت الله علیه زمان ابا عبدالله بود قطعا جز یاران ابا عبدالله بود، یعنی اون آدمی که میگه من در تمام عمرم والله نترسیدم اگه بود جز یاران ابا عبدالله بود. اما اینکه حقیر مزنه مثل بنده ادعا بکنه من اگه بودم قطعا جز 72 تن بودم، این خیلی ادعای بزرگیستان. یه علامه بزرگی نام نمیبرم خیلی این ذکر رو میگفت، خیلی میگفت یا ابا عبدالله یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، کاش من بودم، کاش در رکاب شما به شهادت میرسیدم. خود اون بزرگوار میگه یک شبی در عالم رؤیا ابا عبدالله اومدن سراغ من، اومدن گفتن فلانی تو خیلی دوست داشت شما باشی. من گفتم بله آقا، قربونتون برم، دورتون بگردم، من همیشه دعام همینه که با شما باشم. حدا گفتن بلند شو بیا. رفتم صحنه کربلا مجسم شد، مجسم شد. حضرت فرمودن خب دوست داشتی با ما باشی؟ گفتم بله آقا، من جان نثار شما. گفتن میخوام نماز بخونم، وایسا این جلو، همون جایی که سعید ابن عبدالله رحمت الله علیه ایستاد. این علامه بزرگوار میگه من واسادم، حضرت به نماز ایستادن، اون سپاه تصویر شد دیگه، همه چی اومد که تیراندازی بکنن. تیر اولو شلیک کردن، من دیدم تیر داره میاد بخوره به من، تا نزدیکش خودم کشیدم تیر، تیر خورد به سینه مطهر ابا عبدالله. تو خواب گفتم خاک بر سرم، چه کاری بود کردم من؟ گفتم خدایا عذر میخوام، توبه کردم فلان، میستم. تیر دوم اومد، تا اومد بخوره دوباره خودم کشتم کنار، مجدد خورد به پیکر مطهر ابا عبدالله. از خواب پرید تا مدت ها ایشون فقط و فقط گریه میکرد. این که در اون روز تو اون شرایط انسان بتونه ثابت قدم باشه، خیلی سلم نفس میخواد، خیلی استقامت میخواد. عبدالله ابن جعفر نرفت، عبدالله ابن عباس نرفت، محمد حنفیه نرفت، این آدم های کوچیکی نبودن. حالا هی ما توجیه درست بکنیم، آقا محمد حنفیه پاش درد میکرد، اون اینطور نیست عزیزان. یک امتحان سختی برگزار شد، یک عده نمره قبولی نگرفتن، ولو اینکه آدم های خوش سابقه ای بودن، در اون حد آدم های خوبی بودن، اما کربلا جای آدم خوبا نبود، جای آدم های درجه یک بود. ما هم خودمون جای بکنیم، هم تو فضای انتظار، هم تو فضای ابا عبدالله. اولین شباهتی که
ویژگی و عملکرد مردم در مورد دو امام داره اینه که مردم منتظر هر دو امام بودن. الان شما میفهمید منتظر ابا عبدالله مگه داشتین؟ شب اول عرض کردم که به صورت کلی مردم کوفه منتظر ابا عبدالله بودن، دیگه نامه نوشتن که آقا شما تشریف بیارید و چنین و چنان، بعد اون کارو کردن. اما موضوع به اون زمان بر نمیگرده و قبل از اون جریان انتظار از ابا عبدالله در میان مردم مطرح بوده. سالها قبل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اتفاق یارانشون از همین منطقه رد میشن. حضرت یه خطبه میخونن، یه بخشش رو عرض میکنن. و ان هازا چنین چنان و هازا مناخ رکابن. اینجا این سرزمین به یارانشون میفهمن اینجا قربانگاه عاشقانه و مسار و عشاق، اینجا مشهد شهیدانه. شهدا لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم. شهدایی که به جهت درجه به یه جایی میرسن، نه اونهایی که قبل از اونها بودن میتونن از اونها سبقت بگیرن، نه اونهایی که بعد از اونها به شهادت میرسن میتونن به اونها ملحق شن. خود این یه بحثیه. آقا ما در طول تاریخ چقدر آدم داشتیم که جانشو در راه خدا داده، افرادی که کشته شدن به ناحق. مثلا اصحاب اخدود چیکار کردن؟ مردمانی رو گرفتن به صرف این که اونا میگفتن خدای ما اللهه، یه گودال بزرگی رو حفر کردن، خیلی بزرگ، در اون هیزم ریختن همه اینها، مرد و زن و کوچیک و بزرگ و بچه، همه رو ریختن تو آتیش، زنده زنده سوزوندن. و هم علیها و اسم علیها قود، خودشون هم نشسته بودن نگاه میکردن که چه چیزی آدم تو آتیش جزغاله شدن. خب اینا خیلی آدمای مظلومی بودن. بله، شهدای صدر اسلام، شهدای بعد، حمزه سید و شهدا سلام الله، جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، خیلی اینها بزرگن. آقا شهدای رکاب امیرالمومنین، عمار یاسر، عمار با اون درجات، خیلی بزرگن. شهدای دفاع مقدس، این شهدای عزیز ما، خب اینا خیلی محترم. آره، چرا شهدای کربلا از همه شأنشون بالاتره؟ این خودش بحثی، 4-5 دلیل داره، چون شهید تا شهید داریم دیگه. یک نکتهشو یه عرضی بکنم که یه عرض ارادتی خدمت شهدای مدافع حرم بکنیم. ببینید، شما را مقایسه بکنید بین شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس. زمانی که عزیزان میخواستن اعزام بشن برای دفاع مقدس، حالا خیلی از اونهایی که سنشون اقتضا داره خاطرشون هست دیگه، مردم جمع میشدن، اینها میومدن با چه سلام و صلوات اینا رو سوار اتوبوس میکردن مردم، یا راهن مردم میومدن یکی اسفند میآورد، مردم همونجا چیز میز میآوردن به اینا میدادن، دست میکشیدن به اینها، تبرک میجستن که اینها دارن میرن در مقابل مثلا رژیم بس از جان و مال و ناموس و دین مردم دفاع بکنن. جز سلام و صلوات چیزی پشت سر از مندات و دفاع مقدس نبود. بعدم که پیکر مقدس برمیگشت، چه قوغایی بود تو کشور، چه قوغایی بود واقعا. مردم تو یه محل یه شهید میومد، وقتی انسان نگاه میکرد همه مردای جور گریه میکردن، انگار این پسر اونا بوده، همه جوانای جور گریه، برادر اونا بوده. با عزت رفتن، با عزت برگشتن. شهدای مدافع حرم چی؟ اون موقعی که رفتن کنایه شروع شد که بله خب بالاخره ما 20 میلیون بدن ما هم میریم. یه جایی بودم برای صحبت رفتم، موضوعم چیز دیگری بود، آخر از خورشید پاسخ بود، کسی گفت آقا بله. مثلا همون موقع بهش گفتن دوست عزیز، فرض کنیم حرف شما درست، بنده به خود جناب عالی حاضرم ماهی 30 میلیون بدم به شرطی که همین امروز قبول کنی اعزام شی. من به شما 30 میلیون میدم، تو میگی 20 میلیون میگیرم. میدونه چقدر خانواده شهدای مدافع حرم تو همین تهران الان تو خرج زندگیشون موندن؟ همین الان مای 20 میلیون به اینا میدادن. من نمیدونم بعضی یا 1% احتمال میدن قیامتی در کار باشه. فردای قیامت الیام نختم علا افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یک سبون. برای تک تک این کلمات از ما سوال، چرا بی حساب حرف زدی؟ چرا چیزی که نمیدونیستی گفتی؟ چرا تهمت زدی به آدم بیگناه؟ رفتن به خانواده‌هاشون کنایه زدن. این شهدای عزیز برگشتن گفتن آره دیگه، الان به خانواده‌هاشون چی که ندادن. یه شهیدی اونجوری علیعذر بالله، نمیخوام شأن شهدای دفاع مقدس رو خدای ناکرده بیارم، میخوام بگم مظلومیت این شهدا رو اون شهدا نداشتن.
شهدای کربلا یکی از ویژگی‌هاشون مظلومیت بود. اهل کوفه اینا رو می‌کشتن قربتاً الالله، برای خدا می‌کشتن. مقاتل رو نگاه کنید، هر کی که میره به میدان اون سبایی که میخواد به اینو شهید بکنه میگه میرم والله به خدا و قسم نمیدونم برای خدا او رو چنین چنان میکنن. این مظلومیت شهدای کربلا باعث شد اینها خاص بشن. حالا دلایل دیگر هم هست که فعلا محل بحث نیست. امیرالمومنین سالها قبل میفرماید که اینجا مشهد شهدایی است که قبل و بعد کسی به اونها نخواهد رسید و یه عده‌ای با این بشارت امیرالمومنین در همون اطراف مستقر شدن، محل زندگیشون آوردن اونجا و بعد به ابا عبدالله پیوستن. در مورد امام زمان ارواحنا فدا، دیگه در مورد این که حضرت منتظر داره که نیاز به بحث نیست. تمام انبیا و تمام اولیاء الهی هر چه کردند برای قیام امام زمان علیه السلام بوده، یعنی تمام تلاش های اونها با این قیام به ثمر خواهد رسید. آنچه که از زبور حضرت داوود علیه السلام مونده اونجا عبارات اینه که حضرت میفهمن شادی آسمانها، مسرت خاکیان، قرش دریاها، به وجد آمدن صحراها، ترنم درختان جنگلها به هنگام ظهور. این عبارات زبوره. آبادانی جهان، آسایش انسان، آرامش همگان در دولت کریمش به نمایش گذاشته می شود و فرمان انتظار را خداوند داده است. از عباراتی که از حضرت دانیال نقل شده در برخی روایات می فهمد گسترش عد و برچیده شدن ستم را به دست حضرت صاحب ارواحنا فدا خواهید دید. از رجعت مردگان سخن گفته و منتظران ظهور را ستوده است. در آنچه که از حقوق نبی نقل شده، نوید ظهور داده، از طول غیبتش سخن گفته، به امتش فرموده اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد. حضرت عیسی علیه السلام در بیش از 50 مورد از عهد جدید از ظهور حضرتش سخن گفته، به انتظار سازنده فرمان داده، از غفلت و بی‌توجهی بر حذر داشته، می‌فرماید کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید. افروخته بودن چراغ کنایه از آمادگی دائمی، چراغ خاموش کردن یعنی خوابیدن و غفلت. میگه چراغ روشن باشه، هر لحظه منتظر باش که بیاد. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. نمیخوام خدا نکرده اقراق بکنیم به این معنی که آقا ما شبها نخوابیم دیگه، شبها تا صبح همینجور، یا نه، افراط در فهم فرمایشات اهل بیت نکنیم. این که بیدار یابد یعنی حاضره. همین الان امام زمان اومد گفت بسم الله حرکت کن. من بگم آقا من یه سری کارایی دارم، یه سری نماز قضاه، خب الان ما بیم بری شهید چی اینا میبونیم، یه سری روزه است، حق و ناس هم که گردن ما هست، خب اینو که قبلا به ما گفتن که آقا چجور کار بکن، اعمل لدنیا که انکه تعیش و عبدا، برای دنیا طوری جدی باش، برنامه‌ریزی کن که انهو الالعبد زندگی میکنی، و اعمل لآخرت که انکه تموت و غدا، برای آخرتت هم طوری طراحی کن، برنامه‌ریزی کن که انهو فردا از دنیا میری. منتظر هر لحظه آماده حرکته، هر لحظه، یعنی دینی به گردنش نیست، حق اللهی، حق الناسی، گرفتاری، وابستگی هم نداره. علاقه به پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، همه جای خود. اما اگه الان گفتن بیا بسم الله، این معناشه. یه وقت خدا نکرده برخی عبارات رو از روایت انسان میخونه بعد فرد میگه خب اگه اینجوری پس ما کلا نخوابیم دیگه. خود اهل بیت هم میخوابیدن، ولی ظاهر عبارت گرفته میشه و با برخی گرفتاری‌هایی که این روزها هم متأسفانه تو جامعه داریم که برخی برگشتن به قرن دهم و یازدهم که آقا ما باید به روایات مراجعه بکنیم، مردم خود چون ظاهر حدیث رو ببینن هر چی فهمیدن به همون عمل بکنن. این حرفای آدم‌های فهمیده نیستش. ما به مردم بگیم خودتون اصول کافی باز بکنید، هر چی فهمیدید عمل کنید. آیا خود مرحوم کلینی گفته هر چی تو اصول کافی اومده مورد تایید منه؟ برید مثلا ملای احضور باز بکنید، هر چی بود به همون عمل کنید. یه نئو اخباریگری متاسفانه الان تو جامعه درا انداختن که بله قرآن که در حد فهم ما نیست، اهل بیت میفهمن، عقل ما هم که کار نمیکنه، اجماع هم که چنین چنان مال ارزش، ما باید به روایات مراجعه بکنیم. عزیزان این حرفا یه وقتی توسط اخباریون گفته شد، مرحوم آقا وحید بهبهانی این حرفا رو جواب داد، تمام شد، دوباره به اسم دینداری و یه رفتارهای عجیب و غریب و تقدس نمایی های گول این حرفا رو نخورید.
ما باید به روایت مراجعه بکنیم، اما این که روایت رو فهم بکنی خیلی وقتا از تخصص بنده و شما خارجه. روایت پیامبر فرمود که حسن از منه، حسین از علیه، یعنی امام حسن اخلاقش مثل منه، حلم و رحمتش، ابا عبدالله اون حماسه و جنگاوریش مثل امیرالمومنین. چقدر روایت خوبیه؟ بله. چقدر روایت غیر روایتی؟ اصلا روایت نیست، این حرف مجعولیه، در دوران بن العباس درست کردن تا جلوی قیام فرزندان امام حسن رو بگیرن. فرزندان امام حسن و بن الحسن قیام میکردن، منصور دوانقی گفت حدیث جلب کنید، بگید آقا جد شما امام حسن آدم آرومی بوده، شما برای چی اینقدر قیام میکنید؟ اگه قراره کسی هم قیام بکنه فرزندان امام حسن، چون جد اونا اهل قیام بوده. این روایت مجعول رو درست کردن. الان ظاهر روایت رو ببینیم کدوم یکی از ما میفهمیم این مجعوله. یه چیزی رو همینطوری میگن، یه عده‌ای هم با یه میگن کلا یه عده علاقمندن یه حالت تقدسی بگیرند و چشم‌ها رو یه ذره به حالت نیمه بسته در بیارند و دستی به محاسن و تسبیح. کل این حرفا رو نخوریم. دومین شباهت که بگم و عرضم رو تمام بکنم، بحث رویش و ریزش یاران هر دو امامه. ابا عبدالله یارانش دچار ریزش شدن، رویش هم داشت. ریزش ها کیا بودن؟ از مکه 1000 نفر راه افتادن، بیش از 950 تا توی منزلگاه رفتن، چون محاسبه این بود که میریم به یه چیزی میرسیم، معلوم شد هیچی در کار نیست. وقتی هانی و مسلم و عبدالله رو کشتن، یعنی دیگه کوفه و ابا عبدالله نیست دیگه، بریم اونجا درگیریه. اینا ریزش کردن. یه سری ریزش ها جزئی و موردی اتفاق افتاد. عبدالله ابن حر، ابا عبدالله رفت سراغش، چقدر آدم باید بی توفیق باشه. حضرت رفت سراغش گفت ببین تو یه سوابقی داری، با ما همراه شو عاقبت به خیر شی. این نادان گفت ببین حسین، من یه اسب دارم، تا به حال کسی منو تعقیب نکرده مگه موفق شدم فرار کنم، و کسی رو تعقیب نکردم مگه بهش رسیدم. خیلی اسب خوبیه. یه شمشیری هم دارم، با هر کی درگیر شدم زدم و نخوردم، اینم میدم بهت. حضرت یه نگاهی به او کردن، فرمودن میخواستم خودت عاقبت به خیر بکنی، ما به اسبت و شمشیرت نیازی نداری. اسب میدم، شمشیر میدم، خودتو میخوام، اسب و شمشیر اونجا بکنی. نرفت. ترماه ابن عدی، ترماه آدم حسابی ها، اومد و ابا عبدالله گفت یه کاری دارم برم، زود بیام. حضرت فرمودن حالا عبارت منه، خیلی زود بیا. خب وقتی حضرت میگه خیلی زود بیا یعنی نرو. رفت، خیلی هم زود اومد. وقتی رسید سر مطهر ابا عبدالله بالای نهی بود. یه سری ریزه رویش. زهیر، زهیر میدونید که طرفدار خلیفه سوم بود و چیز داشت، نکته داشت، ایراد داشت، و تو راه هم هی سعی میکرد از ابا عبدالله یا یه منزل عقبتر باشه یا جلوتر، مواجه نشه اینجا. هی تلاش میکرد که حضرت رو نبینه. حضرت هم که فرستادن دنبالش، همسر خوب اینه، وقتی که پیک حضرت اومد و وارد خیمه شد، وقتی گفت حسین فرستاد دنبالت، زهیر گفت مثلا ما کاری نداشتیم و اینا. همسرش گفت مرد حسابی، خب برو ببین چه کار داره. ولی زهیر واقعا نمیخواست بره. خب برو ببین چه کار داره، برو ببین چه کار داره. رفت و شد آنچه که شد. میگه زهیر برگشت دم رو پاون نمیشه. همسر خود خور، ابا عبدالله خور رو چجور کشید سمت خودش. وقتی که خور اومد، ابا عبدالله از قرب علی اکبر و ابوالفضل عباس و دیگران سلام و رجم گفتن برید پر کنید، همه مشکار رو برید پر کنید که امروز مهمان داریم. اینا که اومدن، ابا عبدالله تمام سپاه هر رو سیراب کرد و داره که به مرکب های اینها هم آب دادن. هر اینجا ابا عبدالله گرفتارش کرد. روز عاشورا هر چی بالا پایین کرد، دید ما اومدیم اینها چه کردن. این حتی یه جایی دیدم که داره که ابا عبدالله این مشک و اینجوری نگه می‌داشتن که اینها دستشون رو مش بکنن و راحت آب بخورن. بعد هر دید که چطور ابا عبدالله که اونها رو سیراب کرده اینجور از آب منع شده، نتونست تحمل کنه. اینا رویش های ابا عبدالله، بسیارم ریزش. امام زمان هم دقیقا همینجوره. نسبت به امام زمان اتفاقی که میفته اینه که یک عده‌ای که اصلا توقع نبود جدا میشن، یه عده‌ای که توقع نبود میان.
یونس ابن عبدالرحمن میگه دخل تا علی موسی ابن جعفر علیه السلام، وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام. فقلت یا ابن رسول الله انت القائم بالحق، اون قیام کننده به حق شمایید. قال انا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر الارض من اعداء الله ويملاها عدلا كما ملئت جورا هو الخامس من ولدي. من برپا کننده حق هستم، ولی اونی که زمین رو پر از عدل و داد میکنه اون مهدی پنجمین فرزند از نسل منه. له غیبتون یطول امدها خوفا علی نفسه، او یه غیبتی داره که خیلی طول میکشه، جانش در خطره، اگر زودتر از موعد بیاد جان او به خطر خواهد افتاد. یرتد فیها اقوام و یثبت فیها آخرون، در دوران غیبت او یه عده مرتد میشن و یه عده ثابت قدم میمونن. ثم قال بعد فرمودن طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبنا فی غیبت قائمنا، خوشا به حال و مرحبا به اون شیعیان ما که در دوران غیبت مهدی ما متمسک میشن به حب ما، با محبت ما خودشون رو حفظ میکنن. اطابتین علی موالاتنا و البراءت من اعدائنا، بر موالات و محبت ما ثابت قدمن و از دشمنان ما براءت میجوین. اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما و ما از اونا هستیم. قد رضوا بنا ائمه فرضینا بهم شیعه، اونا ما رو ائمه خودشون میدونن و ما اونا رو شیعه خودمون میدونیم، اونا به ما راضین ما از اونا راضی. فتوبا لهم، خوشا به حال اونها. ثم توبا لهم، باز هم خوش به حال اونها. هم والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه، اینایی که در زمان غیبت ثابت قدمن در قیامت با ما هم درجه. ان صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفهمن اذا خرج القائم علیه السلام، حضرت صاحب عوان و فتاک تشریف میارن، خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، وقتی امام زمان میاد کسایی خارج میشن از دایره او که همه فکر میکنن اینا اهل امام زمانن. میفرماید خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهل، اون کسی که اینجور دیده میشد که قطعا جز اهل امام زمانه، این که مشخصه که جز یارانه، اینا خارج میشن. و دخل فیه، وارد میشن یه عده در میان یاران امام زمان، شبخ و عبدت شمس و القمر، یه عده وارد میشن که بقیه میگفتن اینا که خورشید پرست و ماه پرستن، اینا وارد محبین و همراهان میشن، اونایی که کاملا ظاهرشون این بود که جز یاران حضرتن خارج میشن. این ریزش و رویش از زمان ابا عبدالله بود و در زمان امام زمان اربعین فدا هم ادامه خواهد داشت. اگر عمری باقی بود انشاءالله فردا شب بحث رو ادامه خواهیم داد. امشب شب پنجم این محفله و متعلق به دردانه امام مجتبی علیه السلام عبدالله ابن حسن سلام الله علیه ما، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و قد ضعف عن القتال، ابا عبدالله دیگه نای جنگیدن نداشت، فقال علیه السلام بسم الله و علی ملت رسول الله، ثم رفع رأسه الى السما، سر مبارکشو به سمت آسمان بلند کرد و قال الهی تعلم انهم یقتلون ابن بنت نبیهم، خدایا تو میدونی اینها دارن پسر دختر پیامبرشون رو به شهادت میرسونن. ثم ضعف من کثرت بآس الدم، همین یه جمله رو که گفت به خاطر خونریزی زیاد دیگه نا نداشت، ادامه طلب تو قلیلا، این ملعونها یکم صبر کردن. ثم کر رو علی، دوباره به اون پیکر
بینای ابا عبدالله حمله ور شدن. فخرج الیه عبدالله ابن حسن و هو غلام لم یراهق. عبدالله ابن حسن یه نوجوان احتمالاً 11 ساله، این خارج شد من عند النساء، از نزد بانوان حرم. یشتد حتی وقف الی جنب الحسین علیه السلام، با شدت خودش رسون به کنار ابا عبدالله. فلحقت حزینب بنت علی لتحبسه، زینب کبری سلام الله علیها خودش رو رسوند که این بچه رو بگیره. فمتنع امتناعا شدیدا، این بچه عمه رو از خودش دور کرد و به شدت امتناع کرد. و قال لا افارق عمی، من عمو رو تنها نمیذارم. فاهوا بهر بن کعب الی الحسین، این ملعون بهر بن کعب حمله کرد به سمت ابا عبدالله. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی، این نوجوان صدا کرد ای پسر زن خبیثه میخوای عموی منو بکشی؟ فضربه بالسیف فتقاها بید، این بچه ناخودآگاه دست نازکش جلو ابا عبدالله سپر کرد. آخه یه بچه 11 ساله مگه چقدر پوست شد؟ فتقاها بیده، این ضربه رو ملعون بر دست مطهر عبدالله وارد کرد. فبقیت علی الجلد معلقه، این دست پوست فنادا یا اما امو جا، فأخذه و ذمه الی، ابا عبدالله تو اون حال عبدالله رو به سینه چسبه و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، امو جا صبر کن. اینجا ابا عبدالله غم عبدالله رو هم کشید، اما ساعتی بعد کیسر ابا عبدالله رو به سینه گرفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ايمن غلب الينقلبون.